خبری که بسیار مهم است بر شما میخوانم پناهندگان و دیگر افرادی که از کشور خود فرار کنند باید زندگی خود را از سر بگیرند اما نباید از صفر شروع کنند بخصوص وقت صحبت از بهارت ها تجربه و آموزش می شود کانادا از طریق برنامه های آزمایشی تحرک اقتصادی EMPP و ایجاد فرصت های بیشتر برای پناهندگان ماهر و سایر افراد آواره و استفاده از تحصیلات آموزش و تجربیات آنها برای ادامه شغلشان در کانادا از استعدادهای بهره برد که اغلب نادیده گرفته شده است شان فریزر وزیر امیگریشن کانادا دیروز دوشنبه شن دوازدهم جون اعلام کرد که کانادا دو مسیر جدید ای ام پی پی را راه اندازی کرده و بر اساس تعهدی که در 27 مارچ 2023 داده است داوطلبان می توانند از طریق مسیرهای اقتصادی منطقی درخواست دهند این مسیرهای مهاجرتی جدید این فرصت را برای کارفرمایان کانادایی فراهم می کند تا به استعداد پناهندگان ماهر و سایر افراد آواره دسترسی پیدا کنند این امر به کانادا اجازه می دهد تا نه تنها مهاجرت اقتصادی خود را افزایش دهد و مشاغل مورد تقاضا را پر کند بلکه به تعهدات بشر دوستانه خود نیز عمل کند افرادی که از مسیر ای ام پی پی استفاده می کنند می توانند به کانادا نقل مکان کرده و سری شروع به کنند این مسیر جدید همچنین موانع را کاهش داده است زیرا افراد برای ارسال درخواست خود نیاز به تجربه کاری در کانادا ندارند از دو مسیر جدید که روز دوشنبه اعلام شد یکی برای کاندیدهای است که پیشنهاد شغلی یعنی جاب آفر از یک کارفرمای کانادایی دارند و دومی برای پناهندگان بسیار ماهر است که بدون پیشنهاد شغلی هستند کارفرمایان کانادایی از طریق مسیر جاب آفر مهارت‌های فدرال ای ام پی پی می توانند کاندیدهای واجد شرایط را برای پر کردن طیف گسترده از مشاغل مورد تقاضا استخدام کنند از جمله کمک پرستار کارکنان پشتیبانی شخصی دستیاران مراکز مراقبت های طولانی مدت انجینیرهای نرم افزار طراحان وبسایت مهندسان میکانیک و برق کارگران تدارکات و گدام ها کارگران گردشگری و رانندگان لاری ها و دلوری مسیر مهارت های فدرال ای ام پی پی بدون پیشنهاد شغلی تشخیص دهد که برخی از کاندید ها مهارت دارند که پس از ورود به کانادا می توانند کار پیدا کنند برنامه ای ایم پی پی به پناهندگان و سایر افراد آواره این فرصت را میدهد تا از مهارت های خود نهایت استفاده را ببرند تا نه تنها زندگی خود و خانواده را بهبود بخشند بلکه جوامع و محل کار خود را نیز بهبود بخشند اما نکات مهم چیز کانادا همچنان در اسکان مجدد پناهندگان و تحرک نیروی کار در جهان پیش است سال گذشته کانادا بیش از 46500 پناهنده از بیشتر از 80 کشور جهان را اسکان داده است برنامه ای ام پی پی به کانادا اجازه می دهد تا از افراد بیشتری که نیاز به حفاظت دارند استقبال کند زیرا کسانی که از طریق این برنامه آزمایشی وارد میشوند به عنوان مهاجر اقتصادی وارد میشان و نه پناهنده و نه در نتیجه فضای اسکان مجدد را برای دیگر افراد باز کنند. کارفرمایان کانادایی می توانند از مسیر جاب آفر مهارت های فدرال ای ام پی پی برای استخدام پناهندگان و سایر افراد آواره که واجد شرایط هستند استفاده کنند شرایط برنامه ای ام پی پی تحت مسیرهای اقتصادی جدید بر اساس تجربه کاری، تحصیلات و مهارت‌های زبانی داوطلب است. برای درخواست ای ام پی پی از طریق مسیر جاب آفر کاندیدها باید حداقل شرایط لازم برای زبان، تجربه کاری و تحصیلات را داشته باشند. آنها نیاز به ارائه مدرک مبنی بر ارزیابی مدرک تحصیلی یا مدرک مبنی بر داشتن بودجه مالی ندارند برای درخواست ای ام پی پی از طریق جریان مهارت های فدرال ای ام پی پی بدون جاب آفر کاندیدها باید شرایط بالاتری را برای زبان تجربه کاری و تحصیلات داشته باشند زیرا پس از ورود به با کانادا باید کار پیدا کنند آنها همچنین باید مدرک مبنی بر ارزیابی مدارک تحصیلی ارائه و مقدار مشخص بودجه در دسترس داشته باشند تا نشان دهند که می توانند از پس هزینه های خود در کانادا برایند اقدامات تسهیل کننده ای ام پی پی شامل عدم دریافت برخ کارمزها ها آسان تر کردن اعتبار سنجی تجربه کاری و اجازه دادن به کاندیدها برای استفاده از قرضه برای تامین از های سفر و از های اسکانه که این خبرم چون دق... اه... نیم ساعت پیش آمد اگر سکتا بود اه... ما رو معذور بدارین ولی خبر بسیار مهم بود و از این فرصت باید انبطنان ما استفاده اعظمی کنن تشکر میکنم از توجهی تان کانون خانوادگی تان گرم و سبز باشین یادتان باشه امیش با ما باشین تا همه یک جا باشیم تا دیدار بعد حافظ حقیقی نگهداری یک اک وقت